سرخط مهمترین خبرها. اولین حمله احمد مسعود، بالای رهبران که خلاف جبهه مقاومت ملی صحبت میکنند. طالبان بزرگترین فرمانده شورای ولایتی پروان و پسرش را در شمال بازداشت کردند. شوکه دهنده ترین کار دیگر طالبان در شمال افغانستان. و ریچارد بنت: در افغانستان قتل و شکنجه ادامه دارد، اما جهان خاموش است. بنام خداوند بخشنده و مهربان بابا تقدیم سلام. لطفاً تا آخر این ویدئوی مهم با ما باشید. ریچارد بنت: در افغانستان قتل و شکنجه ادامه دارد، اما جهان خاموش است. گزارش از انیسه شهید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز پنجشنبه 5 میزان در یک نشست خبری در نیویورک، باری دیگر درباره نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان صحبت کرد. ریچارد بنت در این نشست خبری گفت در دومین سفرش به افغانستان دریافته است که تبعیض، اعدام، حمله به اقلیت‌ها، به ویژه هزاره‌ها، تهدید صوفی‌ها، اعمال فشار و محدودیت بر رسانه‌ها و تهدید کنشگران و فعالان مدنی در این کشور به شدت ادامه دارد. ریچارد بنت افزود که خشونت در تمامی بخش‌ها وجود دارد. نظامیان و غیر نظامیان حکومت پیشین اعدام می‌شوند. و شکنجه، بازداشت و ناپدید شدن ادامه دارد. فقر بیداد می کند و دسترسی به عدالت و حاکمیت قانون وجود ندارد. بن تاکید کرد بانک افغانستان یک سال پیش در صدر رسانه های جهان بود، اما امسال رسانه ها در مورد افغانستان و وضعیت مردم این کشور صحبت نمی کنند. بن گفت که طالبان به او گفتند که باید دقیق و بی‌طرف باشد. او تاکید کرد گزارشی که از اوضای افغانستان تهیه کرده مستند است و از گفتگوی مستقیم با مردم جمع‌آوری شده است. او از طالبان خواست تا در مورد کارهایی که انجام دادند پاسخگو باشند. در این نشست خبری دو زن از ساکنان پنجشیر صحبت کردند. یکی از این زنان که کاموزگار است گفت طالبان دست به کشتار غیر نظامیان زدند. مدرسه ها و خانه های مردم را به پایگاه نظامی تبدیل کردند و مردم را از خانه هایشان کوچاندن. جوانان و بزرگسالان را از خانه هایشان بیرون می کشن و به قتل می رسانن. طالبان در پنجشیر حرج و مرج به وجود آوردن و مردم نمی توانن به کش و کارشان برسن. طالبان اسیران را با دستان بسته تیرباران کردن. شمار از زنان در پریان به ظلم طالبان اعتراض کردن و مانع قتل یک نظامی پیشین به دست نیروهای این گروه شدن. در این نشست خبری که با همکاری نهاد برگزار شده بود، یک دیپلمات پیشین و حبیب سروبی عضو گروه مذاکرات صلح حکومت پیشین نیز حضور داشتند. این دیپلمات که به نام وردک ماموریت ریچارد بن را در شرایط فعلی بسیار دشوار دانست و گفت گزارش ریچارد بن یک گزارش واقعی بیانه از وضعیت حقوق بشر در افغانستان است. او گفت آنچه امروز در افغانستان رخ می‌دهد نشانه شکست جامعه جهانی است. جهان مسئولیت دارد برای تغییر وضعیت افغانستان اقدام انجام دهد. وردک جامعه جهانی خواست بر طالبان فشار وارد کند تا دست از قتل، بازداشت و شکنجه مردم بردارند و اجازه دهند دختران به مکتب بروند. طالبان بزرگترین فرمانده شورای ولایتی پروان و پسرش را بازداشت کردند. منابع محلی در ولایت پروان از بازداشت شدن شمس الحق معاون شورای ولایتی حکومت پیشین در ولایت پروان خبر می دهند. منابع معتبر روز جمعه 6 عقرب به روزنامه 8 صبح گفتند که آقای شمس الحق و پسر نوجوانش حدود یک هفته پیش از سر کوتل خیرخانه از مربوطات حوزه 17 شهر کابل بازداشت شدند. به گفته این منابع طالبان معاون شورای ولایتی پیشین پروان را پس از بازداشت به جای نامعلوم انتقال دادند.
شمس الحق بر بنیاد ادعای عفو عمومی طالبان در کابل به سر می برد. دلیل بازداشت او تا اکنون مشخص نیست. طالبان در این مورد چیز نمی گویند. شوکه کننده ترین کار عجیب طالبان در ولایت دایکندی. طالبان در دایکندی یک مدرسه دینی و یک مکتب خانه را به پایگاه نظامی تبدیل کردند. طالبان در دایکندی یک کندک 350 نفری از نظامیانشان را در یک مدرسه دینی در این ولایت جابجا کردند. باشندگان محل روز جمعه 6 عقرب به روزنامه 8 صبح گفتند که جنگجویان طالبان مدرسه ای را به نام المیه در ولسوالی سنگتخ و بندر ولایت دایکندی را به مرکز نظامی تبدیل کردند. یک تن از باشندگان این ولسوالی که نمیخواد از وی نام برده شود میگوید که طالبان همچنان در ولسوالی یاد شده کتاب های کتابخانه خاتم النبیین را دور انداخته و آن را به پایگاه نظامی تبدیل کردند. منبع اضافه میکند که این کتابخانه چند پیش از سوی جمع از فرهنگیان ولسوالی سنگتخ و بندر ایجاد شده بود. به گفته این منبع، این اقدام طالبان سبب نارضایتی و خشم باشندگان این ولسوالی شده است. دلیل تجمع طالبان در این ولسوالی که گفته می شود، تحرکات نظامی در آن دیده نمی شود معلوم نیست. این در حال است که در یک هفته پسین، طالبان در بازار الحاق و دیگر ولسوالی های شهرستان دایکندی نیست. کندک های 100 نفری از نیروهای این گروه را جابجا کرده که طبق اطلاعات منابع این نیروها از خانه های مسکونی و دکان های باشندگان محل به عنوان قرارگاه استفاده می کنند. اولین حمله لفظی خطرناک احمد مسعود بالای رهبران که مخالف جبهه مقاومت هستند. احمد مسعود دیروز در تاجیکستان گفته است 4 منافق آقازاده که قصرهای میلیون دلاری دارند و هیچ کار سیاسی و نظامی نکردند با مقاومت مخالفت میکنند تا وارد معامله با طالبان شوند، در حالی که طالبان تنها منتظر زنگ تلفن او هستند. آقای مسعود کسانی را که منافق خطاب کرده نام نبرده است. ماسک مالک تویتر شد و مدیران ارشد پرونده‌یابی را اخراج کرد. ایلون ماسک با پرداخت 44 میلیارد دلار تویتر را خرید و سپس 3 تن از مدیران ارشد این شرکت را برکنار کرد. ایلون ماسک مدیر عامل شرکت تسلا روز پنجشنبه 27 اکتبر مالک تویتر شد. او در نخستین روز مالکیتش مدیر اجرایی، مدیر امور مالی، مدیر حقوقی و سیاستگذاری تویتر را برکنار کرد. ماکس گفته است که این 3 مدیر ارشد تویتر پس از درخواست نظر آنان در مورد تغییرات در مورد تویتر و اظهار نظر پرهیز کرده و سرمایه گذاران تویتر در مورد تعداد حساب‌های جعلی گمراه کرده اند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.